فاید نام خدا با فیلم آموزشی الگوریتم بینسازی کوین موچگان آن کوین اپتیمایزیشن یا SEO در خدمت شما عزیزان هست. خب یه پیشینه ای در مورد این الگوریتم داشته باشیم. این روش که از رفتار موچه ها در یافتن مسیر بین محل لانه و غذا الهام گرفته شده است اولین بار در سال 1999 توسط مارکو دوریگو در پایان‌نامه دکتراش مطرح شد. الگوریتم کلونی موچه الهام گرفته شده از مطالعات و مشاهدات روی کلونی موچه هاست. این مطالعات نشان داده که موچه ها حشرات اجتماعی هستند که در کلونی ها زندگی می کنند و رفتار آنها بیشتر در جهت بقای کلونی است تا در جهت بقای یک جزء از آن. یکی از مهمترین و جالبترین رفتار موچه ها رفتار آنها برای یافتن غذا است و به ویژه چگونگی پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر میان منابع غذایی و آشیانه. این نوع رفتار موچه ها داره نوع هوشمندی توده ایست که اخیرا مورد توجه دانشمندان قرار گرفته. در دنیای واقعی موچه ها ابتدا به طور تصادفی به این سو آن سو میدوند تا غذا بیابند، سپس به لانه برمیگردند و در وردی از فرمون به جا میرسند. چنین رده هایی پس از باران به رنگ سفید در میآیند و قابل رؤیتند. موچه های دیگر وقتی این مسیر را میابند گاه پس زدن را رها کرده و آن را دنبال میکنند، سپس اگه به غذا برسند به خانه برمیگردند و رد دیگری از خود در کنار رد قبل میگذارند و به عبارتی مسیر قبل را تقویت میکنند. هورمون به مرور تفریح میشود که از سه جهت مفید است. باعث میشود مسیر جذابیت کمتری برای مورچه های بعدی داشته باشد. از آنجا که یک مورچه در زمان طولانی راه های کوتاه‌تر را بیشتر میابند و تقویت میکنند، هر راهی بین خانه و غذا که کوتاه‌تر باشد بیشتر تقویت میشود و آنکه دورتر هست کمتر. اگر فرمون اصلا تبخیر نمیشد، مسیرهایی که چند بار طی میشد چنان بیش از حد جذاب میشد که جستجوی تصادفی برای غذا را بسیار محدود میکرد. وقتی غذای انتهای یک مسیر جذاب تمام میشد، رد باقی میموند. در واقع اگه غذای دیگه در انتهای اون مسیر باقی نموند تمام شد، اگه فرمون تبخیر نمیشد بازم همون مسیر رو میرفتن دیگه، چون فرمون باقی میموند. لذا وقتی یک موچه مسیر کوتاهی را از خانه تا غذا بیابد، بقیه موچه ها به احتمال زیاد همون مسیر رو دنبال میکنند و با تقویت مداوم آن مسیر و تبخیر رده های دیگر به مرور همه موچه ها هم مسیر میشن. هدف الگوریتم موچه ها تقلید این رفتار را توسط موچه های مصنوعی که روی نمودار در حال حرکت هستند. مسئله یافتن کوتاه‌تر مسیر و حلالش این موچه های مصنوعی هست. خب ببینیم این موچه ها توی یافتن غذا در واقع چه مکانیزمی داره. من اون یه مرور ابتدایی بود که ما برای الگوریتم موچه گفتیم برای شما. خب آزمایشات انجام شده نشون میده که فرض کنید اگر اینجا لونه باشه در واقع و اینجا منبع غذایی باشه، در ابتدای کار مورچه ها کاملا تصادفی مسیر رو انتخاب میکنن. یعنی اگه 4 تا باشن به احتمال زیاد 2 تا این ور میرن 2 تا، حالا ممکنه 4 تا اون ور برن پیچ این ور نرن، کاملا تصادفی پس این 2 تا برن. این در ابتدای کار اصلا مسیر رو کاملا تصادفی انتخاب کردن. خب اونهایی که به غذا برسن و مسیر کوتاه‌تری داشته باشن از خودشون یک هورمونی برجام میذارن، درسته؟ و به مرور که مشاهده کنید میبینید که اون مسیری که کوتاه در هست موچه بیشتری از اون رفت آمد میکنه تا اون مسیری که بلند در هست. این تو استپ بعدی میبینید تقریبا دیگه بیشتر موچه ها از این مسیر کوتاه تر دارن. این بر اساس همین خاصیت فرمون ریزی است که موچه ها دارن. در واقع چه شکلی این کار انجام میدن؟ شما فرض کنید که طول این مسیر 10 کیلومتر میشه و طول این مسیر فرض کنید 100 کیلومتر، درسته؟ خب شما فرض کنید که 4 تا مورچه دارید یا اصلا فرض کنید 2 تا مورچه دارید، هر کدومشون هم یک واحد فرمون دارن، درسته؟ این مسیر چقدر بود؟ 10 کیلومتر. اگه یک واحد این فرمون اینجا ریخته بشه در واقع میشه 1/10 دیگه، هر متر 1/10 فرمون داره. اینجا چطور؟ چون مسیر طولانی تره اون یک واحد فرمون چون 100 متره میشه 1/100 فرمون داره. خب حالا مورچه بعدی که میخواد بیاد انتخاب کنه میگه اون مسیری که فرمون بیشتری داره رو من با شانس بیشتر انتخاب کنم، نه اینکه حتما اون انتخاب کنه. این 1/10 حالا فرمون داشت، این 1/100، حالا ممکن این انتخاب کنه ممکن و فرض کن دوباره این انتخاب کنه، این همون 1/10 میمونه، این میشه چقدر؟ 200. حالا بعدی میاد بعدی اینو انتخاب میکنه،
میشه 0.02. و همین ترتیب اون مسیرهایی که کوتاه‌تر هستن چی میشن؟ تقویت میشن. البته که ما بعد از اینکه مورچه‌ها مسیر رفتن در هر تکرار فرمون تبخیر میشه. چرا این کارو میکنن؟ چون اگه فرض کنید که فرمون رو تبخیر نکنیم و همیشه این مسیر رو قوی‌تر در نظر بگیریم، دیگه تمرکز تصادفی شدید انجام میشه و دیگه جایی برای سرچ تصادفی باقی نمونه. با یه احتمالی برای سرچ تصادفی همیشه بذارید. تمرکز و تنوع باید همیشه تو الگوریتم فرضیه این دو تا مکانیزم رعایت بشه. ما اگه فرمون رو تبخیر نکنیم تمرکز شدید میمیم، یعنی اصلا تنوع دیگه میره کنار. درسته؟ نباید این اتفاق بیفته. چون این اتفاق بیفته همیشه به اون مسیر، حالا ممکنه این مسیر متنون نباشه و یک مسیر کوتاه‌تری بشه، ولی چون این دو تعداد موچه‌های بیشتر انتخاب می‌کنه و فرمون تبخیر نمیشه، دیگه همه رو این میره. هیچ کسی که حالا مسیر کوتاه‌تری که ممکنه اتفاق بیفته اینجا رو انتخاب نخواهد. اینطور دوباره شکلش رو مشاهده می‌کنه که در استپ 1 در واقع کاملا تصادفی است، در استپ 2 می‌بینید که یه خورده مسیر کوتاه‌تر و می‌بینید که در استپ نهایی دیگه واقعا بیشتر موچه‌ها اینو می‌بینن، ولی می‌بینید که هنوز یک موچه هستش که از مسیر طولانی‌تر. این همون تنوع است، باید وجود داشته باشه. این شما حتی باید جواب‌های بدتر رو هم با یک احتمالی بتونه قبول کنه و انجام بده که بتونه این فضای سرچ رو جستجو کنه. خب این از این بین سراغ ساختار الگوریتم. تعریف دیتا اولیه. واسه هر مسئله که ما حل می‌کنیم این دیتا اولیه متفاوت خواهد. تعریف پارامترهای الگوریتم. تعداد مورچه‌هامون، تعداد تکرار حلقه اصلی الگوریتم، کیو چی هست؟ ضریب در واقع تبدیل برازندگی جواب به فرمون هست. آلفا میزان بزرگ نمایی فرمون هست. بتا میزان بزرگ نمایی اطلاعات هیروسیگما هست. میزان تبخیر فرمون هم هست. حالا مثلا رو هست که حالا ما مثلا 2%. به این تحال جلوتر میریم هر کدوم از اینها رو واسهتون توضیح میدم. ساختار جواب با توجه به ساختار هر مسئله فرق می‌کنه. به طور مثال برای مسئله تی‌اس‌پی 1-4-3-2 معرفه یک بردار جواب هست. کلاته ما تو فیلم تی‌اس‌پی رو توضیح دادیم و به این میگم مورچه. به این ساختار جواب میگن یک مورچه. و فیتنس یا برازندگیش هم چی هست؟ 121 هست. خب ما باید یه ماتریس فرمون و یک ماتریس هیروستیک هم باشه که فرض کنیم مسئله ما 4 شهر هست. تی‌اس‌پی ما 4 شهر هست. پس ما یک ماتریس فرمون 4x4 باید داشته باشیم که تمام درایش بشه از خود تأثیر باید یه مقدار اولی داشته باشه که همون معمولا یک مقدار فرمونش و همچنین ماتریس هیورستیک. یعنی اگه شما یه ماتریس هیورستیک یا اطلاعات اضافه دارید که به مورچه ها بدید خوبه که بهش بدید. یعنی فاصله بین شهر 1 و 2 هست، فاصله بین شهر 1 و 3 2، فاصله بین شهر 1 و 4 1 و همینطور. البته این معکوس سازی باید بشه. چرا؟ چون تو محاسباتمون هر چقدر بیشتر بشه بهتر هست. از نتایج مسئله که بفهمید تو فرمون هر چقدر بیشتر بشه بهتر هست، اینو ما یه معکوس سازی میکنیم که به صورت معکوس سازی هست. چون 20 درصد شاید کم تر باشه بهتره، ولی باید تبدیل به ماکسیموم سازی بشه. واسه ما یه معکوس سازی این ماتریس رو خواهیم کرد، این ماتریس اعطا. ممکنه مسئله بهینه سازی که داشته باشه اصلا اطلاعات هیورستیک نداشته باشه، هیچ مشکلی نداره، ولی اگه داشته باشه خیلی بهتر هست و سریعتر ما رو به جواب بهینه مد نظرمون میرسونه. خب شروع حلقه اصلی. بیزه هر مورچه خواهیم داشت. نقطه شروع به تصادف انتخاب می‌کنیم. یعنی ابتدا به تصادف. یعنی 1-4 یه عدد به تصادف انتخاب. عدد 2 چی شد؟ انتخاب شد. حالا واسه اینکه عدد بعدی رو انتخاب کنیم ما بر اساس تابع احتمالی که تو عدد مورچگان معرفی شده میایم حساب می‌کنیم. از شهر 2 به شهر کدوم شهر بعدی انتخاب بشه؟ الان آیمون همون دوه. جی همون میتونه 1-3-4 باشه. یا چه رو میکنیم؟ ماتریس فرمون رو به توان آلفا میرسونیم، زدر ماتریس هیورستیک رو به توان بتا میرسونیم و یک نرمالایز انجام میدیم. اون احتمال انتخاب شهر بعدی خواهد. یعنی چی؟ مگه این شهر 2 مگه انتخاب نشد؟ ما این اطلاعات فرمونش. این چطور اطلاعات هیورستیک شد؟ اینو به توان آلفا میرسونیم، فرض کنیم آلفا 1 باشه و اینم به توان بتا میرسونیم، فرض کنیم که بتا هم 1 باشه. در نتیجه باید ضرب کنیم. فرض کنیم آلفا 1 که بتام 1، یعنی به تمام برسن همین خودش میشه. خب باید ضرب کنیم. ضرب که کنیم تو هم دیگه، یعنی این سطح رو ضرب در این سطح کنیم. درسته؟ سطح جدیدی میشه خواهد بود 3-0-5-2. اوکی؟ این در واقع البته هنوز نرمالایز سازی انجام نشده. بریم نرمالایز سازی هم انجام بدیم.
یعنی تقسیم مجموع باید بشه 3 5 رو جمعشن به 10 3 دهم 0 دهم 5 دهم و 2 دهم. این الان احتمال انتخاب شهر بعدی، این شهر بعدی شهر 1 30% شانس داره، شهر 2 شهر 3 50%، شهر 4 20%. ما میایم بر اساس چرخ رولت انتخاب میکنیم شهر بعدی. یعنی چی؟ ابتدا تجمعی دهم، دهم، هشتم، یک. حالا یه عدد بین 0 و 1 بگو، فرض مثلا من میگم هفتم. هفتم تو کدوم بازه میفته؟ تو این بازه، این انتخاب میشه. یعنی شهر 3 انتخاب میشه. درسته؟ یا اینجوری واسه تو میگم یه عدد بین 0 و 1 انتخاب کن به تصادف، هفتم. از کدوم یکی از این اعداد کوچیک‌تره؟ از هشتم و 1. اولی رو از ابتدا انتخاب. یعنی شهر 3 انتخاب شد. این شهر 3. یعنی شهر بعدی ما میشه چی؟ شهر 3. به همین ترتیب دوباره سطر 3 رو در میاریم، ماتریس فرمول ضرب در سطر 3 ماتریس اعطا میکنیم و دوباره چرخه رو همین فرآیند رو ادامه میدیم. شهر بعدی 1 انتخاب میشه، دوباره شهر بعدی 4 انتخاب میشه. خب اوکی شد. مسیرمون یا تاپ اون بردار جوابمون رو بر اساس اطلاعات هیروستیک و فرمول انتخاب کردیم و فیتنس این جواب ما هم چند تا 100 تا. میایم چیکار میکنیم؟ میایم به روزرسانی میکنیم ماتریس فرمول. مگه اون جوابی که تولید کردیم مگه 100 نبود؟ درسته. 2 3 1 4 فیتنسش 100 بود دیگه، درسته. حالا میخوایم فرمولش رو جایگذاری کنیم. این ماتریس تبدیل میشه به 1 و 1 دهم. یعنی چی؟ 2 به 3 اینجا بود دیگه، 1 و 1 دهم. یعنی 1 دهم بهشون اضافه میشه. این 1 دهم از کجا اومد؟ یه بعد از 3 به 1 دهم، 3 به 1 1 دهم، بعد از 1 به 4 داریم، 1 به 4 1 دهم، بعد 4 به 2 دهم، TSP دیگه 4 به 2 برگرد، 1 و 1 دهم. یعنی به اون درایه های مسیرمون 1 دهم فرمول اضافه کردیم. این 1 دهم از کجا اومده؟ مقدار دلتا یا اضافه شدن همون 1 دهم کیو. کیو یادتون هست من 10 گذاشتم، 10 تقسیم بر فیتنس 100، 10 صدم به 1 دهم، 1 دهم به این میزان فرمول ها چی میشه؟ اضافه میشه. این از این. یعنی پس ما شهر ابتدایی یا نقطه ابتدایی مون و درایه ابتدایی مون تصادفی انتخاب کنیم، بقیه درایه ها رو بر اساس احتمال فرمول هیورستیک احتمالش رو حساب میکنیم، بعد بر اساس چرخ رولت درایه بعدی رو انتخاب میکنیم. بعد از اینکه بردار جواب ساخته شد، فیتنسی که به دست اومد ما اون فیتنس رو حالا البته یک تبدیل انجام میدیم روش، اینجا الان تبدیل انجام شد چون فیتنس 100 بوده. مینیمم سازی درصدی که ممکن فرمول اضافه بشه تو مثلا مینیمم سازی اولی که معکوس سازی میکنه صده، بعد یه ضریب تبدیل هم میذاریم که 100 خیلی مقدار کمیه فرمون اگه بخواد حساب بشه، یه 10 هم توش تو سطر ضرب میکنیم که حداقل 10% اضافه بشه که یه خود مطلوب تر باشه روند تبدیل. اینا دست خودمون دیگه، همون پارامتر اولیه تا یاد میشه کیو اپ پارامتر اولیه ما تعیین کرد. خب اینم از این. بعد از انجام این عملیات برای تمام مورچه ها تبخیر فرمون انجام میشه. چه شکلی؟ ماتریس فرمون رو ضرب در، یادتون هست 200 نمیشیم، وقتی ضرب در 98% کنیم یه 200 کاهش بده. شما فرض کنید حالا 9 دهم، حالا 98% فرض کنید 100 باشه میزان فرمونتون، ضرب 98% میشه چی؟ میشه 98. دوباره 98 ضرب 98 میشه کم میشه، هی کم و کمتر میشه مقدار فرمون. پایان یک دور از حلقه اصلی. تا زمان برقراری شرط توقف این روند رو ادامه میدیم. شرط توقف چی باشه؟ میتونه تعداد تکرار باشه، زمان باشه، عدم بهبود باشه و همگرایی، که معمولا همین تعداد تکرار رو میگیره که number of iteration، و در بخش نهایی هم نتایج رو نشون میده. خب این بود از تئوری الگوریتم مورچه. یه بار دیگه سریع مرور کنیم. ما اومدیم به ازای هر مورچه نقطه ابتدایی تصادفی انتخاب کردیم، نقطه بعدی رو میبینیم چه شکلی انتخاب میکنیم، احتمال هر درایه رو حساب چه شکلی بود. نقطه ابتدایی که انتخاب کردیم، سطر بعدیش یا درایه بعدیش میاد سطر مربوط به اون شهری که انتخاب کردیم فرمونش رو زد سطر اطلاعات هیورستیکش بود، البته به بتوان آلفا و بتا هم دار. بعد که این کارو کردیم یه ماتری بردار بدن نرمالایزش میکنیم، یعنی تقسیم بر مجموعه میکنیم هر درایه رو. حالا یه احتمالی داره هر شهر بعدی، شما میکنیم بر اساس چرخ رولت شهر بعدی رو انتخاب. حالا فرض کنیم شهر بعدی سش دوباره سطر 3 زد، سطر 3 بوم فرمون رو زد، سطر 3 بوم هیورستیک کنید، همین فرآیند رو ادامه بدید تا بردار جواب اینجا شد. حالا که بردار جواب اینجا شد و ماتریسمون اوکی شد، بردار جواب و یا اون مورچمون اوکی شد، میایم مقدار فرمون رو اون مسیری که طی کرده فرمونش رو میذاریم تو اون مسیری که طی شده، فقط با یک تبدیل واحدی که کیو تقسیم بر فیتنس. خب بعد اینکه این کار انجام شد به ازای هر مورچه، میایم
تبخیر میکنیم هورمون هامون رو، کافی ضبط در کنیم، ضبط در اون ضریب کاهنده. همون رسیدیم به پایین حلقه، برمیگردیم به ابتدای حلقه، دوباره واسه اون فرایندها رو انجام میدیم، نقطه ابتدای تصادفی و شهرهای بعدی چند تا رویت، همینجوری فرایند ادامه پیدا میکنه تا شرط توقف. شرط توقف هم که تعداد تکرار یا زمان حل هست. خب این از تئوری الگوریتم موچیکان. تو بخش بعدی ما پیاده سازی مطلب این الگوریتم رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد. فعلا خدا نگهدار.